زرده تخم مرغ داریم دو عدد، ماست یک دوم پیمانه، بیکینگ پودر یک قاشق چایخوری سرصاف، وانیل یک چهارم قاشق چایخوری، گلاب و روغن مایه و شربت اینورت. شربت اینورت همون شربت باره، شربتی که برای گذاشتن برای اون همون شهد است، بهش میگن اینورت یا بار. از هر کدوم یک قاشق سوپخوری، آردم که به میزان لازم. خب برای درست کردنش من زرده های تخم مرغ رو جدا میکنم. فقط حتما دوستان دقت کنن که برای تهیه انواع اقسام شیرینی ها بهتره که اگر کلمه این که باید به دمای محیط رسیده باشه، حتما باید از قبل این کار رو انجام بدن. ماست، حالا ماستش باید شیرین باشه، ماستش شیرین باشه بهتره. بله بسیار. ماست، شیر، هر چیزی که هست رو باید به دمای محیط برسونن. تخم مرغ، بیکینگ پودر رو من اینجا به ماست اضافه میکنم. این باعث میشه سرعت واکنشی رو که ما میخواییم سریع تر کنه. مخلوطش میکنم، کنار میذارم. الان وانیل رو حتما به زرده تخم مرغ اضافه کنید. یه مقدار این رو مخلوط میکنیم چون بوی خاص وانیل اون بوی زخم تخم مرغ رو بعد به این وسیله ازش بگیم. اینجا از روغن مایه، گلاب و شربت اینورت. این شربت اگر در دسترس نداشتید میتونید جایگزینش قاشق همون اندازه عسل استفاده کنید. این باعث میشه وقتی که گوشتفیل رو میخواین سرخ کنید رنگ خیلی بهتری بگیره. بله. خب توی مرحله ببینید این ماست عمل اومد. وقتی بیکینگ پودر رو بهش اضافه کردیم شروع کرد به هوا دادن. مواد رو من اینجا مخلوط میکنم و اینو کنار میذارم چون جلوی دستم رو باز کنم. بعد از اینکه یه مقدار موادم مخلوط شد آرد رو کم کم اضافه میکنم. ببخشید باز پرسیدن شربت بار رو از کجا تهیه کنم؟ شربت بار رو الان توضیح میدم که چجوری. شما سه پیمانه شکر رو همراه با دو پیمانه، یه مقدار سر یکی از پیمانه ها رو خالی کنین، آب بریزید، به شکر اضافه کنین، یه دو قاشق گلاب و کمی هم زعفران دم کرده. اجازه بدید زمانی که شکر حل شد خاموشش کنید. بسیار. در انتها وقتی که حل شد یه قاشق سوپخوری هم بهش آب لیمو اضافه کنید. خب ببینید من کم کم آردو با همین همزن دستی، اصلا این نیازی به همزن برقی نداره، اضافه میکنم و زمانی که یه مقدار حالت خمیری گرفت این همزن رو کنار. هر وقت شما فرصت بود بین حرفاتون که من مزاحم نشم بفرمایید سوال های برنامه. فقط من دارم آروم آروم آردو اضافه میکنم تا حدی که خمیر به دست نچسبه. پس من میتونم سوال رو بپرسم؟ بفرمایید. اولا که پرسیدن چرا بامیه یاد ندادید؟ خب انشالله دفعه بعد. همکاران دیگه هم هستن حتما بامیه آموزش بله. میدن. بعد گفتن که خانم آهنی گفتن که بامیه درست کردن نرم شده و شهدش هم سرد بوده. خب ببینید اصلا من الان باید توضیح بدم در رابطه با اینکه زولبیا و بامیا گوشفیل اینا درست همخونه هستن، خیلی شباهت داره از لحاظ درست کردن اینا. ببینید شما هرگز نباید شربتتون سرد باشه. شربت باید ولرم باشه، از اندازه‌ای که از اینکه یه مقدار اون دستتونو که میزنین گزگز نکنه دستتونو بسوزونه، ولی باید داغیشو احساس کنید. درسته. بعد اینو باید داغ داغ بندازید تو شربتی که اینجوری ولرمه، نباید بذارید سرد شه. اگر این شربت داغ باشه خمیر میکنه، اگر این سرد باشه شربت رو به خودش جذب نمیکنه. خب ببینید خیلی خانم فوتوفن داره، یکی دو بار که درست کنن مطمئن باشین که یاد میگیرن. کانکام یا گفتین آردش چه آردی باشه؟ آرد مخصوص شیرینی پزی، آرد سفید هست. ببینید این در حدی که الان یه مقدار دیگه آرد میخواد. تو این مرحله میبریمش رو میز کار و شروع میکنیم ببینید به ورز دادنش. یه مقدار این خمیر رو نباید ورز بدیم، بعد یه مقدار فقط این حالت چسبندگیش رو ازش بگیریم به این شکل. ببینید خانم امیرشاهی، من اینجوری روی میز میذارم. بله. و شروع میکنم به گرفتن چسبندگیش. ببینید به این شکل دستامو دوتا رو آرزی میکنم و ببینید به این شکل من اینو
خیلی آروم ماست. ببینید با سر انگشت دارم ورز میدم. درست. این خمیر نون نیستش که با کف دست بخواید ورزش بدید. چون گرمای کف دست بله. نمیخواد. بعد اصلا نگاه کنید فقط این خمیر باید چسبندگیشو بگیریم. بعد از این مرحله اینو توی کیسه نایلونی قرار میدیم به مدت 30 دقیقه توی یخچال یا اینکه دمای محیطی که خنک باشه. مثلا آشپزخونه‌ای که کولر داره. خب من اینو برمی‌دارم خمیر قبلی رو اینو کنار می‌ذارم. خمیر رو از قبل من درست کرده بودم اینو کنار می‌ذارم. یه مقدار آرد می‌پاشم رو سطح کارم. و می‌پرسم میشه بهش کره اضافه کنم؟ نه، کره نمی‌تونم اضافه کنم. ببینید من نمی‌دونم چه لزومی داره دوستان مثلا جایگزین می‌خوان بکنن. خب وقتی میگیم روغن مایه باید روغن مایه باشه. آره دیگه. وقتی میگیم روغن جامد یه چیز دیگه میشه. حالا شاید کره چون یه عطر خوبی داره. آخه میدونید ما اصل موضوع رو نباید فراموش کنیم بله. که به رسیپی باید احترام بذاریم. خب ببینید من آرد روشو خلاقن دوستان عزیز ما واقعا میگم ما دوستان ببینید خلاقیت همش... درسته ولی خانم منوشای در شیرینی پزی خلاقیت باید فرمولو بشناسید. درسته. نمیتونیم به این راحتی خلاقیت باید کاملا بهش اشراف داشته باشیم. خب ببینید بعد از این مرحله من خمیر رو به اندازه از نیم سانت یک کمی نازک‌تر پهنش کردم و با رولبری که کنگره داره من اینا رو به این شکل برش میدم. به هر شکلی که دوست داشتید میتونید به این فرم بدید. ببینید من اینو به صورت لوزی الان برش میدم. ببینید به این شکل یه مقدار این آردار رو میتکونم و شروع میکنم انداختنش تو روغن داغ. روغن من از خیلی وقت روی حرارت مونده. یه دونه رو امتحان کنیم. میخوایم بریم گوشفیل بگیریم از بیرون. مغازه ها گوشفیل هاشون انقدر بزرگ. خب اونا گوشفیل عراکیه. آها. اسم گوشفیلش گوشفیل عراکیه. بعد این حتما با تکه تکه بشه چون نمیشه که در یه بله اونا خیلی خوب این نون لواش میمونه. آره نازک. بله اونا نازکه. اینا گوشفیلای بالشتکیه. آها. اینا با اونا پف میکنه. بله اینا خیلی پف میکنه. ببینید یه دونه رو امتحان کنید. ببینید اگه روغنتون به حد مناسب داغ شده بود شما بعد مجاز هستین که بعدی رو توش بندازید. من هنوز یعنی دونه به دونه بعد دونه به دونه. ببینید حالا مثلا اگه دوست داشتید میتونید گوشفیل رو به این شکل فرم بدید. ببینید میتونید این لبه ها رو به این شکل فرم بدید. اینم مدل های مختلفش. بله مختلفش به این شکل. من یه دونه دیگه بندازم. فقط دقت کنید که وقتی که اینو تو روغن میندازید باید اینو بلافاصله برگردونید به دلیل اینکه دو قسمتش باید توی روغن یه مقدار حرارت گازمون کمه. حالا عجله نمی‌کنیم سریع الان بله. پف می‌کنیم. من سوال می‌پرسم. بفرمایید. اولا که خیلی ممنونم دختر عزیزم خانم نجمه بردسیری یا بردسیری از رفسنجان. خیلی خوشحالم که این احساس خوبو داری. ممنونم. شما واقعا برای من عزیز هستین. خب میپرسن که برای گوشفیل که بخوایم همون مدل عراکی که حالت لواشکی هست بله. اگر بخوایم درست بکنیم آیا مواد اولیه‌اش مثل هم فرق داره؟ کامل فرق داره. بله کاملا فرق داره. حالا انشالله اگر قسمت باشه جلسه بعد این گوشفیل عراکی رو آموزش میدم. خیلی فرق میکنه. اون اصلا روشش با این کاملا متفاوته. ببینید یه مقدار روغن من سرد بود الان شروع میکنه به پف کردن. خب ببینم گاز خیال نداره که مقدار شلوغ خیلی کمه. خب شاید این احتیاج به خب به هر حال اینجا فضا هم الحمدلله خنکه. خب حالا همینو صبر می‌کنیم. فقط اینو بگم این حتما باید ولرم باشه یعنی از اون حالت ولرم یه مقدار داغ‌تر. درست. و بلافاصله ببینید من الان حتما دلم میخواد که این صحنه رو دوستان ببینم وقتی این پف میکنه. بلافاصله بعد از اینکه سرخ شد یه طرفش هوا میگیره و باد میکنه. اینو باید به زحمت دونه دونه برگردونن توی روغن که طرف دوم چون هوا داره هی سبکتر میاد بالا. درست. و برگردونی که اون قسمت هم کاملا سرخ شه. بعد از اینکه سرخ شد همونجوری با روغنی هم که داره یه مقدار میگیریمش و بعد میندازیمش تو شربت و بلافاصله باید با همینجوری با یه کفگیر اینو نگه داریم که بمونه داخل یه مقدار شربت رو جذب کنه و بعد درش بیاریم. اگر هم گفتم شربت اینورت در دسترس نداشتن خب اینو بعد درست کنن. بالاخره نمیشه بله. که بگیم اینو از یه دو سه ساعت قبل درستش کنی که بتونین توی گوشفیل همینو برسید. بسیار خواهش میکنم. دیگه نکته ای هست که بخواید بگید داره درست میشه؟ بله ببینید حتما دقت کنید که
اینو دوستی میگن فاصله برگردن، دوستی میگن بامیه درست کردن، داخل شربت سرد میندازن ولی شکرک میزن. خب شربتشون ببینید اون آب لیمو یا جوهر لیمو رو نداره. ببینید شربت وقتی اینا شربت هایی که خیلی غلیظ میشه، شربت های اینورت، اینا شکرک میزنن، خاصیتشونه. شما با یه مقدار اضافه کردن آب لیمو یا جوهر لیمو یا سرکه جلوی شکرک زدنش اول باید بگیرید که بعد بامیتون رو که میندازید. بعد من پیشنهاد میکنم اینا رو بهتره که به صورت تازه تازه مصرف کنید، یعنی به اندازه مصرفتون خمیرش رو میتونید اینو حتی دو سه روز توی یخچال هم نگهداری کنید، تازه تازه مصرف کنید که از لحاظ کیفی خیلی خیلی پف میکنه. بله این یه مقدار روغن هم سرد بود. الان بعدم اینو توضیح بدم، داخلش بود بیکینگ پودر، بیکینگ پودر تو ماست با اسمش که بله هوا دهی اینو بالا ببره. یه موضوع دیگه هم که هست اینه که این به دلیل زرده تخم مرغی که توی گوشفیل هست، روغن بعد از چند مرحله کف میکنه. ظرف کوچیکتری رو انتخاب کنن دوستان که روغنشو بخوان چون کف میکنه دیگه اصلا شما نمیبینید به خاطر زرده تخم مرغ. به خاطر همین دوستان ظرفای کوچیکتر انتخاب کنن که از لحاظ صرفه‌جویی روغن. ببینید من الان روغنم داغه، من یه دونه میندازم ببینید اگه دوستان لطف کنن نشون بدن. البته ما وقت نداریم، تموم شد. اینها الان پف میکنه و میاد بالا. بسیار بله. خانم یار عزیز متشکرم، خواهش میکنم. حالا میدونم که امروز شما حساب به زحمت میفتید تو این گرمای بعد دونه دونه گوشفیلا رو درست کنین تا ما بریم بخشای مختلف این خونه و برگردیم بیایم خدمت شما. ممنونم. قربان شما. خب این از گوشفیلایی که طبق خواسته شما انجام شد.